گفتگو کنم با جناب آقای سید محسن موسوی، مدیر عامل محترم پالایش گاز خارک، که ایشون در سابقه کارشون مدیر سرمایه گذاری شرکت تاپیکو و همچنین اوپیک و شرکت های دیگر رو هم داشتن. سلام و صبح بخیر عرض میکنم جناب آقای موسوی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خب دیروز ورود نقدینگی بیش از 1300 میلیارد تومان ورود نقدینگی داشتیم، دو روز گذشته خروج نقدینگی داشتیم، یک مقدار بازار اله کلنگی شده، شبیه ترن هوایی شده. شما در این بازار چه میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، عرضم به حضورت میکنم. خب بالاخره این خصلت و جنس بازاره که ما نوسان داشته باشیم، قرار نیستش که همیشه مثبت باشه، 5% همه سهم ها مثبت بخورن. بازار به استراحت نیاز داره، بازار به اصلاح پورتفو نیاز داره و فکر میکنم این یه چیز طبیعی بود و همه همین انتظار رو داشتیم. یعنی شاید از ماه قبل یا 15 روز قبل همین انتظار رو داشتیم و همین اتفاق هم افتاد. و من فکر میکنم که خب اتفاقی بودش که استراحت کردن، سهم هاشون رو دست به دست کردن و اصلاح پورتفو به نظر من تو این موقعیت اتفاق خوشایندی هم میتونه باشه. حتی خب شما فکر میکنید که این اصلاح در واقع پایان پذیرفته یا اینکه نه با این گزارشات 12 ماهه که داره میاد و دیدیم که پالایشگاهی چه گزارشاتی رو دادن، فکر میکنید که دوباره یه اصلاح دیگه ای رو به پایین خواهیم داشت، یا اینکه بازار داره صرفا پی بی ای فوروارد رو داره در نظر میگیره، این شرایط رو موقت میدونید، یا اینکه صعود بازار سرمایه رو برای امسال شما محتوم در نظر میگیرید؟ نه، من قطعاً نظرم اینطوریه که امسال حتماً بازارمون بازار مثبتیه، رو به رشد. وضعیت فقط وضعیت حالا گزارشات 12 ماهه یه صنعت رو نباید دید، برای صنایع احتمالاً گزارش‌های بهتری خواهند داشت. وضعیت بازارهای موازیمون مثل بازار ارز، بازار سکه و طلا، بازار مسکن، اینا هم باعث میشه که آدم دید مثبتی داشته باشه نسبت به بازار سرمایه. برای همین من فکر میکنم بازار سرمایه‌مون تا پایان سال میتونه یه رشدی رو داشته باشه، نه حالا با این شدتی که تا الان تجربه کردیم، با شدت کمتر و بازدهش هم قطعا خوبه. بانک مرکزی تصمیماتی داشته از جمله کاهش نرخ بهره، حالا اگر این رو تو ماه‌های آینده اصلاح نکنه، مثلا بهره رو افزایش نده، یا وضعیت دلار و سکه تو همین حالتی که هستیم و پیش‌بینیمون هم اینه که خیلی از قیمتایی که الان هستش تفاوت آنچنانی نداشته باشه، متوسط سالمون روی همین قیمتا باشه، من فکر میکنم بازارمون بازار رو به رشدیه. خب صحبت مسئولان دولتی در واقع میشه گفتش که خیلی زیاد هستش که بازار سرمایه رو دارن مورد توجه قرار میدن. شما فکر میکنید در واقع این مسئولان محترم چه کاری انجام بدن که ما بگیم واقعا دارن بازار سرمایه رو مورد توجه تو عمل قرار میدن؟ ما الان بحث عرضه های ETF ها رو داریم. من فکر میکنم اتفاق خوشایندیه، بالاخره سهامدارا و دارندگان یونیت بیشتری رو اضافه میکنن به بازار سرمایه. بحث سهام عدالت رو داریم، هرچند ترس اینو داریم که ممکنه با ورود سهام عدالت فروشنده های ما بیشتر بشن، ولی از طرف دیگه میدونیم که تعداد سهامدارامون میره بالا. تعداد سهامدارا باعث میشه که شاید یه بخش زیادی از اینها جذب بازار سرمایه بشن و به صورت دائم توی بازار سرمایه فعالیت کنن. من فکر میکنم با این تصمیمات اخیرشون حداقل تا امروز، یعنی کاهش نرخ بهره بانکی، تصمیم مبنی بر این که ETF ها رو بیارن، سهام شرکت های دولتی رو عرضه کنن، سهام شرکت های بزرگ مثل شستا رو مخصوصا شبه دولتی ها عرضه کنن، سهام شرکت های مثل خدمات انفورماتیک رو عرضه کنن، بالاخره اینا همه شبه دولتی حساب میشن. اینا هم باعث میشه اون بخشی از سهامی که سرمایه گذارا دنبالش بودن به تعداد بیشتری داشته باشن گیرشون بیاد. و من فکر میکنم تا الان همه چیز مثبت بوده، شاید سازمان بورس تصمیمات درستی اتخاذ کنه، این فرصت هامونو بتونیم بهتر استفاده کنیم. این سازمان بورس تصمیمات در واقع میشه گفتش که اتخاذ بکنه که تو صحبتاتون بود، منظور چه تصمیماتیه؟ ببینید سازمان بورس بالاخره توی این مدت قوانین زیادی رو وضع کرده، اتفاقاتی بوده، مثلا دامنه نوسان رو کاهش دادن یا دستورالعمل‌هایی دادن، بعضن اون چیزهایی که خودشون گفتن رو هم رعایت نمی‌کنن. یعنی بحث شفافیت و بحث قوانین هستش، من فکر می‌کنم اگر بتونن همونها رو رعایت کنن، یه بخشی تسهیل کنن. ما تو سالهای گذشته 15 تا شرکت تو شرکت‌های شبه دولتی می‌خواستیم پذیرش بگیریم، شرکت‌های پیمانکاری درجه یکی بودن که
توی شاید خاورمیانه زبان زد باشن، کارهای بزرگی کردن، هیچ کدوم پذیرش نگرفتن و سختگیری های زیادی داشتن. اجازه بدن شرکت های بیشتری بیان توی بازار پذیرش بشن، تو صنایع مختلف شرکت های مشهور، حتی مثلا میگم تو صنعت خودروسازی ما چند تا شرکت داریم، ولی شرکت های بزرگی هستن که هنوز پذیرش نشدن. من فکر میکنم اگر شرکت بورس یا فرابورس وقت بذارن برن این شرکت ها رو هم اضافه کنن به بازار، ما از این انحصاری که چند تا مثلا سهم داشته باشیم تو هر صنعت میتونیم در بیایم، گسترده تر میشه، سرمایه گذاره با خیال راحت میتونن سرمایه گذاری کنن. جناب آقای مستقیمی، ما الان خب خیلی عظیم سرمایه گذاره رو به بازار سرمایه داریم، قریب به 40,000 میلیارد تومان از اول سال تا الان تو این بازار پول اومده، مردم دارن به این بازار اطمینان میکنن. اما یک سری رفتارها رو داریم تو این بازار میبینیم، مثل اینکه توی بورس کالا مثلا معاملات محصولات فلزی باطل میشه، یا مثلا گواهی سپرده سکه به یک باره بسته میشه بدون اطلاع رسانی قبلی. سال 92 داشتیم که چه اتفاقی افتاد و محدودیت فروش گذاشته شد. سال 95 داشتیم که سهام بانک ها چندین مدت بسته بودن و بعد با چه زیانی باز شدن. سال 93 داشتیم که پالایشگاهی ها بستن با نفت 100 دلاری و 7 ماه بعد با نفت 30 دلاری باز شدن. آیا فکر میکنید که الان تو این فضا دوباره این خطرات وجود داره که البته عرض کردم در مورد گواهی سکه و همچنین محصولات فلزی اتفاق تو بورس کالا افتاده، فکر میکنید این رفتارها به نفع بازار سرمایه است؟ نه، دقیقاً این بحث‌های ریسکاییه که الان ریسکاییه که سازمان بورس حالا دوستان ما دارن تحلیل میکنن. سکه یه روزه یا مثلا گواهی سپرده ها و اینهایی که معامله میشد روی سکه و همون بحث پالایشی که میفهمید دقیقاً ریسک امروزمونه. ممکنه یه اتفاقی بیفته، سهام‌هایی که الان طرفدار دارن، خریدار دارن، بسته بشن به دلایل مختلف. خب نمیدونم چرا گفتگومون با جناب آقای موسوی قطع شد. حالا انشاءالله بله باز دوباره داریمش. بله یه لحظه گفتید سازمان بورس قطع شد اصلا. بله بله ما دیگه نمیگیم سازمان بورس، ولی من فکر میکنم همین بحثایی که داریم کاملا ریسکایی که بالاخره متوجه بازار سرمایه است. ممکنه سهامداری به فرض سهام مخابرات رو گرفته باشه، بسته شده برای شفاف سازی. ما دوست داریم این بسته شدن و باز شدن نمادها تو حداقل زمان ممکن باشه، توی چند ساعت بازار باشه یا حداکثر از یکی دو روز فراتر نره. بالاخره بازار شفاف سازی ها رو میدونه، وضعیت ها رو میدونه. قیمت نفت الان برای همه واضح و مبرهنه، قیمت های نمیدونم بقیه فلزات اساسی واضح و مبرهنه، اینا رو همه میدونیم. یعنی این چیزی نیستش که فقط سازمان بورس بدونه و بقیه بازار ندونن. اتفاقا من فکر میکنم تحلیلگرای بازار تحلیل هاشون به روستر و دقیق تر. فقط مشکلی که هست شاید سهامدارای جدیدی که دارن به بازار اضافه میشن اطلاعاتشون کمتر باشه، که سازمان بورس میتونه اینو با دادن مجوز شرکت‌های کارگزاری، سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری بازار بیشتری رو جذب اینها کنه. یعنی اگه ما قراره به فرض 40 میلیون نفر سهامدار داشته باشیم توی بازار سرمایه، آیا مثلا با 100 تا کارگزاری، با 20 تا مشاور و سبدگردان و اینها میتونیم کارامون رو انجام بدیم یا نه؟ یعنی ما اگر بتونیم این انحصار این شرکت ها رو بشکنیم، بالاخره الان تعداد شرکت ها محدود قابل اضافه شدن نیست، اگر بتونیم این انحصار رو بشکنیم من فکر میکنم اون سرمایه گذارهای جدید هم میتونن از خدمات بیشتری استفاده کنن، اطلاعاتشون رو به روز کنن و آسیب ها رو همه رو بشناسن. برای همین من فکر میکنم که سازمان بورس اگر تو این بخش هم یه خورده راه بیاد به فعالهای بازار، به تحصیل کرده های رشته های مدیریت مالی و اقتصاد و حسابداری بهای بیشتر بده، سختگیری نکنه، سرقفلی های عجیب غریبی که روی این شرکت ها و نهادها هست و بشکنه، من فکر میکنم که اون سرمایه گذارا هم راحت تر میتونن بیان توی بازار حضور داشته باشن و کارشناس های بازار سرمایه میتونن کمکشون کنن. خب من حالا آخرین سوال خودم هستش که از شما میپرسم، با توجه به تجربه شما در زمینه پالایشگاه و پتروشیمی و اینکه خب سالیان سال هم مدیر پورتفو بودید، هم الان در کسوت بازار اولیه در اونجا مشغول هستید، آیا اتفاقاتی که ما در پیش داریم مثل قیمت نفت، مثل نرخ برابری دلار به ریال، آیا در این صنعت فرصت‌های کافی تو بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری وجود داره؟ قطعاً همینطور هستش. یعنی ما اگر بتونیم طرح‌ها و پروژه‌های متعددی که الان وجود داره
اینها رو بیاریم توی بازار سرمایه. دوباره صدای من بله بله هستش؟ الان درست شد. بله اگر بتونیم طرح‌ها و پروژه هامون رو بیاریم، ما الان پروژه های متعدد داریم، هم نیاز به نقدینگی دارن، هم محصول هایی خواهند تولید خواهند کرد که توی همین شرایط و وضعیت قیمت نفت برای ما مزیت دارن. اگر بتونیم این طرح‌ها رو بیاریم، شرکت هایی مثل مثلا نفت ستاره خلیج فارس رو پذیرش بگیریم، من فکر میکنم هنوز بازار پالایشگاهی و پتروشیمی ما جای رشد داره. فقط نیاز داریم به شرکت‌های جدید، تعدد شرکت‌ها، تعدد انتخاب‌های سرمایه‌گذاری تو پورتفومون، و این کمک می‌کنه. اگر این مسیر رو بریم، حتما می‌تونیم این صنعت رو صنعت خوب و با مزایای بلند مدت ببینیم. بالاخره توی مقطعی نفت قیمتش 100 دلار بوده، توی مقطعی هم اومده روی هولوحش 30 دلار داره قیمت میچرخه. من فکر میکنم که اگر مقطعی نگاه نکنیم، میان مدت و بلند مدت نگاه کنیم، قطعا وضعیت نسبی کشور ما هم تو همین صنعت هستش و همین صنعت هم مناسبه. ولی من فکر میکنم هنوز جا داره که تعدادهای بسیار بیشتر از این پروژه ها و شرکت ها رو بیاریم، حالا چه قالبش قالب شرکت سهامی عام باشه، چه قالبش حتی تامین مالی از طریق صندوق پروژه باشه، من فکر میکنم هنوز فرصت زیاد هستش. خب توی صنایع پتروشیمی اورئی ها هستن، متانولیا هستن، آروماتیک ها هستن، اولوفین ها هستن، شما کدوم یک رو بیشتر برای سرمایه گذاری توصیه میکنید؟ معمولا دستبندی که تو خود صنعت هستش و فعالای صنعت دارن، صنعت بیشتر اولوفین رو تو اولویت دارن. البته سال گذشته متانول وضعیت بهتری داشت، بعد از اولوفین متانول هستش، بعد اورو آمونیاک و بعد صنعت پی وی سی. تقریبا با همچین مدلی ما اولویت بندی میکنیم این صنایع رو. توضیحی هست شما بخواید بدید که من سوالش رو از شما نپرسیده باشم؟ نه، من خیلی تشکر میکنم بالاخره فرصتی دادیم. من فقط یه بحثی رو دارم، اینکه دوستان ما توی سازمان بورس و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش بدونن بالاخره بازار سرمایه بازاریه که مردم میان مواجه میشن با ریسک. یعنی اگر سهامی هست، فرضاً میگن حبابی هستش، بالاخره سرمایه گذار میخواد بیاد ریسک کنه. اگر اون ریسکش جواب بده، میتونه بازده بالاتر کسب کنه. اگر جواب نده، خب اینو از دست میده. یعنی ما خیلی نباید دخالت کنیم روی قیمت‌ها، اطلاع رسانی کنیم، شفاف سازی کنیم، آیین‌نامه‌هایی که نیاز هستش تصویب کنیم، رویه هامون رو درست کنیم، خود سرمایه گذار تصمیم بگیره. اینکه ما بهشون بگیم چه اتفاقی میخواد بیفته و از طرفشون تصمیم بگیریم، به نظر من خیلی کار خوشایندی نیست. از طرف دیگه هم همه شرایطمون عوض شده. ما حالا قبلا تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و حجم و نقدینگی رو چک میکردیم. بازار سرمایه‌مون روی معاملاتش مثلا رو حجم 100 میلیارد تومان و 80 میلیارد تومان بود. الان داستان کلا عوض شده. 10000 میلیارد تومان حداقل حجم معاملات روزانه است. تعداد سهامدارا بیشتر شدن. وضعیت بازارهای موازیمون پیچیدگی‌های خاصی داره. بالاخره شاید به همین سهولتی که ما اینجا نقدینگیمون داره برامون خلق ارزش میکنه، اونجاها نتونه خلق ارزش کنه. من فکر میکنم که این مداخلات اگر کمتر بشه و انحصارهای این مجوزها و نهادها شکسته بشه، هم میتونیم خدمات بیشتر بدیم، هم میتونیم بازار سرمایه‌مون رو خیلی بزرگتر از این چیزی که هست داشته باشیم. خیلی ممنون آقای موسوی که دعوت ما رو پذیرفتید. انشاءالله روز خوبی داشته باشید. متشکرم، ممنونم. سلامت باشید. خب گفتگو کردم با جناب آقای سید محسن موسوی، مدیر عامل محترم پالایشگاه خارک، و با ایشون در مورد رویدادهای جاری بازار سرمایه.